با سلام به حضار محترم مهمانان عزیز. امروز من این افتخار رو دارم که در حضور خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به عنوان نماینده انجمن دفاع از هزار زن اشرفی صدای زنانی باشم که طی 33 سال گذشته ابتدای ترین حقوقشون توسط یک رژیم زن ستیز پایمال شده. من پایچهر رفیعی از انجمن دفاع از هزاران زن اشرفی در فرانکفورت و یک مددکار اجتماعی هستم که برای بهبود وضعیت پناهندگان به ویژه زنانی که از کشورهای مثل ایران به آلمان میان تلاش میکنم. من جزو میلیون ها زن ایرانی هستم که به دلیل سرکوب بیش از حد در میهنمون مجبور به ترک کشورم شدم. سه نفر از اعضای خانواده‌ام من جمله خواهرم پریسا جزو زنان مقاومی هستند که قبلا در شهر اشرف و امروز در زندان لیبرتی برای آزادی و رهایی مردم ایران مقاومت و پایداری میکنند. خودم و سایر اعضای خانواده‌ام در آلمان این افتخار رو داریم که طی 20 سال گذشته به عنوان هواداران سازمان مجاهدین در کلیه فعالیت‌های حقوق بشری و سیاسی این مقاومت رو همراهی کنیم. همچنین که گفتم انجمن ما بخش از مسئولیت دفاع از هزاران زن اشرفی رو به عهده داره. به همین دلیل می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم و از نقش اونها در جنبش زنان در ایران مقدار صحبت کنم. در کشور من ایران دیکتاتوری مذهبی حاکم طی 33 سال تلاش کرده اندیشه قرون وسطایی ضد زن خود را تحت عنوان دین اسلام به مردم ما ارائه کنه و به دلیل بافت مذهبی جامعه سرکوب بی حد زنان را اقدامی الهی و اسلامی وانمود کنه تا کسی جرأت به اعتراض نداشته باشه. برای زنان ایرانی زنان اشرفی آنتیتز بنیادگرایان حاکمن. نقش زن اشرفی و اندیشه‌ای که او حاملشه اینه که نه تنها با بنیان و ریشه اصلی این قید و بندها به مخالفت برخواسته بلکه در یک جنبش سراسری همه زنان رو نیز به صحنه مبارزه اجتماعی برای احقاق حقوقشون فرا میخونه. نه تنها پذیرش و اجرا بلکه حتی تحمل شنیدن باورهای آخوندها در قرن 21 بسیار سخت و دشواره. اندیشه که به صدها سنگسار و هزاران اعدام و ده ها میلیون شکنجه روحی و جسمی منجر شده. بله، آخوندها میگویند و تبلیغ میکنند که کار زنان فقط بچه داری نشستن در خونه است و در مقابل اون زنان اشرفی همه زنان ایران رو برای به عهده گرفتن سنگین ترین مسئولیت ها حتی رهبری یه جامعه و ریاست جمهوری فرا میخونند. آخوندها با کمال بی‌شرمی میگویند و مینویسند که عقل زنان نصف عقل مردانه، ولی زنان اشرفی با خلاقیت های شگرفشون نشون دادن برعکس زنان دارای توانایی بسا بیشتر از مردان در همه صحنه‌های سیاسی، علمی، اجتماعی و حتی نظامی هستند. آخوندهای ضد زن چنین وانمود می‌کنند که دنیای زنان غیر قابل تغییره. زنان همون گونه که اونها می‌خوان به دنیا اومدن و با همون سرنوشت نیز باید بمیرن. ولی زنان اشرفی به همه زنان ایران طی سالیان الهام دادن که همه حقوقشون قابل دسترسی است و برای رسیدن به اون باید بپاخیزند. حتی اگه لازم باشه از زندگی خود دست بشویند. از دوست داشتنی ترین و عمیق‌ترین علایق خود، یعنی حتی عشق مادر به فرزند نیز برای رسیدن به آزادی و برابری بگذرند و حقوق خود را باز ستایند. امید به تغییر و باز هم تغییر و دگرگونی و انقلاب را در خود و در میهن خود همواره زنده نگه دارند. در ضمن در اینجا وظیفه خودم میدونم به مردان مجاهد به خصوص به مجاهدین زندان لیبرتی درود بفرستم که مبرا از فرهنگ پوسیده بردگی و مردسالاری 1500 ساله آخوندی پاک و رها در کنار خواهران خود در این مبارزه شرکت می‌کنند. درود و هزار درود بر تک تکتون. حضار محترم، هموطنان عزیز، این کار زنان اشرفی کاری عظیم و حماسی است. برای از بین بردن اندیشه ارتجایی که نزدیک به 1500 سال قدمت داره، اونا انتخاب کردن که بهای بسیار سنگین رو بپردازند. ده ها نفرشون در اشرف و لیبرتی به فجیع‌ترین شکلی کشته شدن و در همین ساعت نیز که ما در این سالن بحث میکنیم اونا همچنان زیر تهدید موشکباران قرار دارن. بله دوستان، اونا خود رو برای رهایی و آزادی زنان و میهنشون فدا میکنن تا دیگه زن سنگسار یا به دار آویخته نشه، تا دیگه دختران جوان ایرانی توسط بانتهای حکومتی
فروخته و میلیون ها استعداد ناشکفته پرپر نشه. این یکی از عظیمترین دستاوردهای انسانی در جهان امروزی است و ما به اون افتخار میکنیم. دوستان، انجمن دفاع از هزار زن اشرفی همه زنان رو برای گسترش فعالیت‌هامون از صمیم قلب به همکاری دعوت میکنه. خیلی ممنونم از شما.